سلام دوستان، به یک دیگه از ویدیوهای من خوش اومدین. اگر موهاتون رو شامپو و نرم کننده میکنید همیشه که همه این کار رو در واقع انجام میدن، این ویدیو مال شماست. هیچ میدونستید به مرور وقتی که ما حموم میریم و با انواع شامپوهای مختلف سرمون رو میشوریم و در واقع ریشه موهامون رو ماساژ میدیم و بعد نرم کننده استفاده میکنیم و موهامون رو شونه میکنیم و آبکشی میکنیم میایم بیرون، میدونستید که به مرور زمان که این کار انجام میشه یک لایه‌ای روی در واقع ریشه موهای ما روی کف سر ما شکل میگیره که این لایه به خاطر استفاده مداوم از انواع شامپوها و نرم کننده ها هستش. در واقع این لایه یک لایه و اون جرمی هستش که به مرور استفاده از شامپو نرم کننده رو کف سرمون شکل میگیره. این لایه باعث میشه که منافذ سرمون کم کم بلاک بشه و رشد موهامون کمتر بشه و در واقع اون روغن مورد نیاز مو به میزان لازم ممکنه ترشح نشه، موهامون خشک بشه. و میدونستید که این همه ماسک و کارهایی که برای مو میکنیم اگر اون لایه تشکیل شده باشه کف سرمون زیاد اثر نمیکنه، چون اون لایه منافذ پوستو گرفته و نمیذاره که هیچ ماده مغذی به کف سرمون برسه. پس اگر ماسک میذارید یا کاری برای موهاتون میکنید و در واقع این لایه ها منافذ پوستتون رو بسته، هیچ فایده ای نداره. ما اول باید این لایه ای رو که شکل گرفته به مرور سالها که در واقع شامپو کردیم سرمون رو، بعد این لایه رو اول از بین ببریم و بعد میبینید که چه تغییر بزرگی روی کف سرتون، منافذ پوستی سرتون و رو موهاتون ایجاد میشه. کاری که ما باید بکنیم لایه برداری این لایه ای هستش که رو کف سر ما شکل میگیره که بهش کلاریفایینگ میگن، یعنی در واقع تمیز کردن کف سر، که ما باید با استفاده از یک موادی این کار رو انجام بدیم. و به نظر من شما باید این کار رو هر دو ماه یک بار یا ماهی یک بار حتما انجام بدید که مطمئن بشید که کف سرتون تمیز هستش و لایه منافذ پوستیتون رو بلاک نکرده. خیلی از شامپوها هستن که بیرون فروخته میشن به اسم کلاریفاینگ شامپو که میتونید خریداری بکنید و اون کار رو براتون انجام میده، ولی من یه راه بهتر و ارزونتر براتون سراغ دارم که خیلی خیلی مؤثرتر هستش و اون چیزی نیست به غیر از محلول خاصی که با جوش شیرین درست میشه، که الان میخوام بهتون آموزش این محلول رو بدم، اینکه چجوری باید ازش استفاده بکنید و اینکه نتیجهش به چه شکل میشه همه رو میخوام بهتون نشون بدم. بیاید که با من همراه باشید. مقدار 4 قاشق غذاخوری از جوش شیرین و یا همون بیکینگ سودا رو در 1 پیمانه آب گرم مخلوط کنید و کاملا حل بکنید. سپس محلول رو بعد از شستن و شامپو کردن سرتون روی سرتون ریخته و کاملا ماساژ بدید. دقت کنید که محلول داخل چشماتون نره. بعد از اینکه محلول رو کاملا به سرتون مالیدین، شروع به ماساژ دادن سرتون بکنید. سپس با استفاده از شونه‌ای که دنده‌هاش درشت هستش، آروم آروم شروع به شونه کردن موهاتون بکنید. اشخاصی که اعتقاد دارن شونه کردن موی خیس برای مو بد هستش، باید گفت که مدل شونه کردن موی خیس بسیار مهم هستش. زمانی که موهاتون رو شونه می کنید باید این کار رو به صورت آروم و با ملایمت انجام بدید و در حقیقت شونه کردن موهای فر زمانی که خیس هستن بسیار بسیار بهتر هستش. بعد از شونه کردن کامل موهاتون اجازه بدید 5 دقیقه این محلول روی موهاتون بمونه و بعد از این مدت موهاتون رو کاملا با آب شستشو بدید و دیگه روی موهاتون شامپو و یا نرم کننده ای نزنید. خب دوستان، من الان موهام تقریبا با حال آبش گرفته شده، کاملا خوش نشده، هنوز نم داره مخصوصا ساقه هاش. فکر میکنم الان نصف شب باشه دیگه دارم این قسمت رو ضبط میکنم، ولی خواستم بهتون بگم که دقیقا بعد از اینکه نمه، یعنی آب موهام رفت و موهام نمه، چه احساسی دارم.
موهام خیلی احساس زخیم تری داره، یعنی تار موهام احساس میکنم که خیلی بافتش فرق کرده و خیلی زخیم تر شده. پس برای اونایی که در واقع تار موهاشون نازک هستش، دوست دارم موهاشون زخیم تر بشه، خیلی خوبه. چیزی که خیلی خیلی واضح میتونم حس کنم کف سرم هستش. کف سرم واقعا احساس میکنم که یه لایه کامل از روش برداشته شده و احساس میکنم واقعا باز شده. احساس خیلی سبکی و خیلی احساس خوبی هستش، خیلی محسوس هستش این احساس و فکر میکنم چیز خوبی باشه، چون که اگر ما ماسکی یا هر چیزی که به سرمون بزنیم قشنگ به داخل منافذ پوستمون میره و بهتر اثر میکنه. حالا فردا وقتی که استایل دادم موهامو و خوش کردم کاملا، میام بازون صحبت میکنم که بگم که موها چجوری هستش. فعلا شب بخیر. صبح بخیر دوستان. من موهام رو سشوار کشیدم و گفتم که اول صبح گفتم بیام بهتون نشون بدم. دوستان اگه بخوام بهتون بگم، موهام خیلی خیلی زخیم تر شده و خیلی ولیومش بیشتر شده. یعنی اصلا من تا حالا همچین تجربه نداشتم که موهام به این شکل باشه. سشوار کشیدنش یکم برام سخت بود چون که موهام خیلی زخیم شده، ولی هنوز کف سرم احساس میکنم بازه و داره نفس میکشه. حالا باید ببینیم در طول چند روز آینده به چه شکل میشه. یعنی اگر موهاتون واقعا نازک دوست داری زخیم بشه، واقعا یه راه سریع شبانش اینه که این کار بکنید و موهاتون فکر کنم 3 برابر زخامت میگیره. حالا ببینیم موهای من به چه شکل جواب میده، چون موهای من کلا موهای خیلی چربی هسته، چون لخته خیلی زود چرب میشه. حالا میخوام ببینم با این کاری که کردم چرب شدنش دیرتر اتفاق میفته یا نه فرقی نمیکنه. باید 2-3 روز بگذره و بعد من بیام یه آپدیت بهتون بدم که به چه شکل هستش. ولی این مو برای واقعا استایل دادن یا فر کردن به نظر من واقعا عالی و پرفکته. یعنی شما الان هر استایلی به این مو بدین، یعنی هر کاری با این مو بکنین، قشنگ وای میست، از جاش تکون نمیخوره، چون قشنگ ولیوم گرفته و زخامتش بیشتر شده. حتی انقدر زخیم شده که وقتی که من لابلاش دستم میذارم بازم میپیچه به هم. ولی خب به هر حال موهای من کلا یه مقدارم از قبل حالت سوخته داشت تعاش. اگر موهاتون اینجوری نیستش خیلی بهتر میشه 100%. حالا من در چند روز آینده میام آپدیت میکنم برای اینکه ببینم وضعیت چربی موهام به چه شکله. فعلا خدافظ. اوکی دوستان، الان روز فکر کنم 5 هستش که من موهام اصلا نشستم و از جوش شیرین و آب استفاده کردم تو آخرین شستشوی موهایی که داشتم. به صورت شگفت انگیزی میتونم بگم که موهام اصلا چرب نشده، ولی همچنان حالت شق و رق و خشک شونه کردن یک مقدار سخته. الان میخوام برم حموم و چیزی که در واقع من تحقیق کردم و فهمیدم این که اگر شما موهاتون رو در واقع کلاریفای میکنید با جوش شیرین و آب و موهاتون رو در واقع میشورید با این محلول، اگر زیادی موهاتون خشک میشه میتونید آخرین شستشویی رو که انجام میدین بعد از شستشوی جوش شیرین سرکه سیب، محلول سرکه سیب و آب باشه که خیلی میتونه در واقع حالت خشکیمون رو بگیره. من الان میخوام برم موهام رو بعد از اینکه با جوش شیرین در واقع شستشو دادم موهام رو بشورم و آخرین شستشوش رو با سرکه سیب انجام بدم که ببینم که چه تأثیری داره و بعد بیام دوباره شما رو آپدیت بکنم. من یه ویدیوی خیلی کامل در رابطه با نرم کردن مو و درخشش مو با محلول سرکه سیب و آب دارم که خیلی به درد بخوره و حتما پیشنهاد میکنم برید ویدیو رو ببینید، لینکش رو بالا میذارم. حتما برید این ویدیو رو ببینید تا بفهمید که اصلا شستشو با سرکه سیب و محلول آب چی هستش و به چه شکل باید انجام بشه و برای چی خوب هستش.
خب من میرم موها بشورم و این کار انجام بدم و بعد میام آپدیتتون میکنم. فعلا خدا نگهدار. سلام، روزتون بخیر. موهای من همونطور که میبینی خوش شده، هیچ سشواری نکشیدم، هیچ کاری نکردم، خودش طبیعی خوش شده و خواستم بهتون نشون بدم که چقدر نرمه. با اینکه اصلا هیچ کاری رو موهام انجام ندادم ولی خیلی نرمه. من حتما اینو توصیه میکنم، ولی کلن بخوایم اینو نتیجه گیری بکنیم، اینکه این کار خیلی خوبه، ماهی یک بار یا ماهی دو بار حتما برای موهاتون و مخصوصا به خاطر کف سرتون انجام بدید محلول جوش شیرین رو، که منافذ پوستی سرتون رو باز بکنه و اگه ماسکی یا روغنی به موهاتون میزنید واقعا تاثیر عمیق داشته باشه. اگر موهاتون احساس کردید خیلی خشک خواهد شد یا خشک میشه، بعد از اینکه این کارو کردین محلول سرکه و آب رو استفاده بکنید که فوق‌العاده نرم میکنه، چون محلول سرکه و آب نقطه مقابل جوش شیرینه و باعث نرم کردن موهاتون میشه. ویدیوی منو حتما ببینید که چجوری از محلول سرکه و آب بعد استفاده بکنیم. اگر موهاتون چربه این خیلی خوبه، موهاتون رو خیلی چربیشو میگیره و خشکتر میکنه و برای استایلینگ هم خیلی خوبه و نتیجه گیری این که خوبه انجام بدید، ولی با این متد. امیدوارم استفاده برده باشید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.